بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بیننده‌های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستم که با یک دیگر از سلسله برنامه‌های قلب آسیا در خدمت شما عزیزان قرار دارم. البته در هفته های گذشته موضوع احترام به بزرگترها مطرح شد، چون فامیل و خانواده رکنی اساسی یک جامعه به شمار می رود و دین مبین اسلام برای بهبود و صلاح خانواده و فامیل تعلیمات و دستورات واضح خود را دارد که می توان به طور مثال چند تن آن را یاد کرد. مثلا تعلیم اسلام و حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد انتخاب همسر خوب و حقوق والدین بر اولاد، حقوق زوجین، حقوق زن و شوهر بالای یک دیگر، حقوق اولاد بالای فرزندان، تمام این اوامر و تعلیمات اسلامی تنها برای اصلاح و بهبود و سعادتمند ساختن خانواده و فامیل می باشد. البته در مجالس مختلف روی موضوع حقوق زن و همسر و زن و شوهر و همچنین روی حقوق والدین بر اولاد صحبت‌های فراوانی می شود و آیات و احادیث متعددی در متعلق حقوق والدین بر فرزندان و احسان و نیکی کردن همراه والدین یکی از تعلیمات والای دین مبین اسلام است که در جاهای متعدد الله متعال احسان به پدر و مادر را با همراه توحید و یگانگی خود یکجا ذکر می کند. اما جانب دیگر قضیه حقوق فرزندان بر والدین هست. در حقیقت این همان اساسی است که بر روی آن احسان به پدر و مادر استوار هست. تا زمانی که پدر و مادر یک اولاد سالم و صالح را به بار نیارن و یک فرزند نیک و صالح را به جامعه تقدیم نکنن، پس آرزوی احسان و نیکی از چنین فرزند تنها آرزو خواهد باقی ماند. پس پدران و والدین و بزرگانی که میخواهند مورد احترام و تقدیر قرار بگیرند و میخواهند که حقوق آنها برآورده شود و میخواهند که فرزندانشان بعد از این که به شیخوخه و بزرگی میرسد دست آنها را بگیرد، پس برای آن روز باید آمادگی گرفت و برای آن روز باید فرزندان تولید کرد، باید فرزندان به وجود آورد که در آن روز پشیمان نشوی، چون در آن وقت پشیمان شدن و حسرت خوردن جز حسرت چیزی به بار نخواهد آورد. پس موضوع این هفته ما حقوق فرزندان بر والدین خواهد بود و در این بحث ما مهمانهای عزیزی داریم، هر یک جناب استاد سید خبیب سادات از آلمان و همچنین در خلال این بحث محترمه خواهر ساجده سلطانی از آمریکا با ما خواهند پیوست. ما در ابتدای برنامه از طرف شما بیننده های عزیز و گرامی و از طرف خودم برای جناب استاد سید خبیب سادات سلام عرض می کنم و از ایشان سپاسگزاری می کنم که دعوت ما را پذیرفته و در خدمت ما و شما بیننده های عزیز وقت گرانبهای خود را قرار دادن. سلام علیکم جناب استاد سادات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، قبل از این که در پیرامون موضوع بپردازیم، اگر شما سلام و کلامی با بیننده های عزیز شبکه جهانی وصال حق برنامه قلب آسیا دارید بفرمایید. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبع هداه و بعد. ما در قدم اول خدمت شما که متصدی این برنامه هستند و خدمت تمام کارکنان شبکه جهانی وصال حق و از طریق شما به همه بینندگان و شنوندگان و دوستداران برنامه های توحیدی این شبکه وصال حق و این شبکه دعوت الی الله و الی الرسول عرض سلام میکنم. امیدوارم که
برنامه امروز ما یک برنامه خوب و دلچسب و به درد بخور برای دنیا و آخرت ما باشه انشاءالله. ان شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، قسمی که من اشاره کردم، موضوع این هفته ما حقوق فرزندان بر والدین هست. پس از شما صمیمانه تقاضا میکنم که در ابتدا اگر در مورد نعمت والدین صحبت کنین، نعمت های الله متعال بر بالای انسان ها، بر بالای بشریت فراوان و بیشمار هست. البته از جمله آن نعمت ها یک نعمت بزرگ الله متعال همانا نعمت اولاد هست. اگر در این مورد روشنی بندازید بهتر خواهد شد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع خدا و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العلي العظيم. ما در رابطه با این سوال شما که از نعمت های پروردگاری که هم نعمت اولاد است، قرآن کریم این مطلب را کاملا تایید میکنه که اولاد صالح و ذریه پاکیزه و کسانی که اینا تربیه سالم بگیرند، این ذریه و این اولاد نه تنها که در دنیا باعث افتخار است، بلکه در روز آخرت در بهشتای برین پروردگار همراه پدران و مادران یک جا می شوند. ما از عظمت و از بزرگی نعمت اولاد عظیم فهمیم که پیامبران الهی تمنا داشتند که کاش که الله اونا را اولاد صالح عنایت بفرماید. ما میبینیم که قرآن به صراحت به فرزند و به پدر فرزند قسم یاد میکنه: لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله به والد و به ولد سوگند یاد میکنه. این عظمت آن چیزی را که الله سوگند یاد کرده، عظمت آن چیز را نشان میدهد. و یا ای که قرآن داشتن اولاد صالح را و کودک و یا طفل را که الله به یک انسان عنایت میفرمایه، این من حیث یک هبه و بخشش معرفی داشته و میفرماید در سوره احزاب: یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. کسی را که الله اراده کرد دختر داد و کسی را که اراده کرد پسر داد و کسی را که اراده کرد پسر و دختر داد. یعنی قرآن ولد را و یا اولاد را من حیث یک هبه الهی معرفی می‌داره و حتی الله متعال به پیامبران خود بشارت روان میکنه با دادن اولاد، طوری که در سوره صافات آیه 112 می‌فرماید: و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین. ما بشارت دادیم ابراهیم را که اسحاق را نصیبش میکنیم و به او اسحاق را عنایت میکنیم و یک پیامبری میباشه از جمله صالحان، در حالی که خانمش در نزدیک چوکات دروازه استاد بود و میخندید. الله او را هم بشارت میدهد من حیث یک مادر: و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها به اسحاق. خانمش در نزدیک چوکات دروازه و یا لخک دروازه استاد بود و ما او را بشارت دادیم، در حالی که تبسم داشت به اسحاق او را بشارت دادیم. در مورد زکریا پیامبر الله می فرماید: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا، ما تو را به یک فرزند بشارت می دیم که اسم او یحیی است، حتی نعمت بزرگی که نامش را الله می گذاره. یعنی اولاد صالح افتخار زمین و افتخار آسمان است، بلکه ایرا قرآن کریم به ما معرفی می‌داره و می‌فرماید در مورد مریم: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. ای مریم، الله تو را بشارت داد به کلمه از جانب خود که به فرمان او پیدا می‌شود. به امر الله این جنین در شکم مادر
بسته می شود و خلقت او به امر الله صورت می گیره. نامش مسیح است و عیسی ابن مریم اسمش است و او مسح کننده، اگر مرده را مسح کنه به اذن الله زنده می شود و اگر کور مادرزاد را مسح کنه به اذن الله زنده می شود. و قرآن کریم به ما دستور می دهد که یکی، یا تشریح می کند که یکی از صفات متقین و نیکوکاران این است که دعا می کنند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، در سوره فرقان آیه 74. کسانی که می گویند پروردگارا ما را از زنان ما و از فرزندان ما، خنکی چشمان ما و روشنی چشمان ما بگردان و ما را برای متقیان امام بگردان. حتی ابراهیم علیه السلام دعا کرد رب حبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. خلاصه این که نعمت بودن اولاد صالح در خلال آیات قرآن کریم روشن است و همچنان احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سر و سلم. بفرمایید. بله بسیار خوب استاد، واقعا آیات و احادیثی را که شما اشاره کردین واقعا که اولاد از بزرگترین نعمت های الهی خوانده، اما شما ای را نعمت در صورت خواندین که مقید با صالح بودن باشه. بسیار خوب. خب استاد، میریم طرف شخصی که میخواه مثلا فامیل بسازه و یا خانواده بسازه، چی تو باید بکنه تا که یک خانواده سالم و یک خانواده درست و یک فامیل درست به جامعه تقدیم بکنه، او باید از کجا آغاز بکنه و چطور؟ البته این سوال البته این سوال به خاطر مطرح میشه چون همان فامیل و خانواده است که بعداً اولاد بیرون میکنن. یک سوال موجه است، کاملا یک سوال معقول و منطقی و یک سوال بجا است، خصوصا در شرایطی که ما زندگی داریم و در خانه ها و در خانواده ها، یعنی مردم از دست اولاد خود و از دست خانم خود و از دست شوهران به فقان آمده اند الا ما شاء الله. و یک مشکل بسیار بزرگی است که متاسفانه امت اسلام به این مرض روبرو است و یکی از امراض امت اسلامی همین است که ما وقتی که میبینیم که اولاد ما به بیراهه کشانیده میشوه، فکر میکنیم که یک آنی و فوری مثل یک کار خارق العاده دفعتن ای به گمراهی کشانیده شده. ببینیم انگامی که یک انسان میخواه خانواده تشکیل بدهد، واجب و مسئولیت اولی او ای است که در انتخاب یک مادر از دیدگاه شرع و از دیدگاه اسلام باید ای دقیق باشه. چه قسم یک خانم را انتخاب میکنه؟ الله سبحانه و تعالی تشکیل کانون خانواده را یک نعمت و یک مسئولیت و ایر راه انبیا معرفی داشته، اما در انتخاب اولین کاری که ما میکنیم برای یک خانواده سالم، مسئولیت یک مرد مسلمان یا یک جوان مسلمان این است که او باید برای اولاد خود و برای نطفه خود یک خانم پاکدامنی را، یک خانم یا یک زن پاکدامنی با ایمانی را انتخاب کنه. و این حدیث پیامبر اسلام هم این مطلب را کاملا روشن بیان کرده که شما برای نطفه هایتان اختیار کنند زنان سالم را. حتی نزد سیدنا عمر ابن خطاب انگامی که یک شخصی آمد و شکایت میکرد از دست فرزندش و برای او میگوید که فرزند ما از من اطاعت نمیکنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای او میگوید که او فرزند باید نزد ما بیاری تا که من امرای زو صحبت بکنم. زمانی که فرزند حاضر کردند، عمر رضی الله تعالی عنه برای او فرزند میگوید که چرا تو از پدرت اطاعت نمیکنی؟ برای امیر المؤمنین گفت که یا امیر المؤمنین، آیا فرزند هم بالای پدر خود حقوق داره و یا تنها باید بشنوه و تنها باید اطاعت کنه؟ امیر المؤمنین فرمود که بله، حقوق اولاد عبارت از این است که مادر سالم برای او انتخاب کنه
و اسم نیکوی بروی بگذاره و همچنان تعلیم کتاب برایش بدهد. اما این شخص در رابطه با این سه مطلب، این تقی امه و این یحسن اسمه و این یعلمه الکتاب، فرمود که این سه حق مرا پدر ادا نکرده. مادر ما اما امی فانها زنجیه کانت لمجوسی، و یک زن سیای و مربوط یک مجوسی بود و ما تربیت و اخلاق یک مجوسی را گرفتیم. و اما اسم مرا سمان جعلن، مرا قانگوزک نام گذاشته. ولم یعلمنی من الکتاب شیئا، حرفا من الکتاب یا حرفا واحدا، ایتور برش میگه که مرا یک حرفم از کتاب و از قرآن یاد تعلیم نداده. سیدن عمر ابن خطاب براش میگوید که تو آمدی شکایت میکنی قبل از آن که فرزند تو را آخ کند، تو فرزند را آخ کردی. قبل از آن که فرزند با تو بدی کنه، تو امرای فرزند حقیقتا که بدی کردی. یعنی یکی از مسئولیت های مهم پدران این است که در انتخاب همسر اینا باید دقیق باشند که بر کدام صفات و بر کدام خصوصیات باید زنی را انتخاب کنند تا اولاد آیندهشان، یعنی یک اولاد سالم به جامعه تقدیم بکنند. که شما البته این را در بخش ازدواج در اسلام و در این رابطه که یک جوان انتخاب میکنه در ازدواج که بر مبنای دین است و یا دولت است و یا نژاد است و یا جمال و زیبایی است، که پیامبر اسلام فرمود شما بر مبنای دین و ایمان باید خانم را انتخاب بکنید. و به این خاطر است که مسئولیت یک پدر، طوری که از سوال شما من درک کردم که مسئولیت یک پدر در رابطه با یعنی انتخاب یک خانمی که اولاد آینده از دامان پاک او به دنیا بیاید، این بسیار نقش مهمی را بازی میکنه که یک پدر باید در انتخاب خانم خود این را باید متوجه باشه که چه قسم باید و از لقمه حلال استفاده کنه، که هم تاثیر بسیار زیادی داره. و حتی قبل از آن که یعنی در رابطه با اولاد خود و یا تربیه اولاد شروع بکنه، البته کارهای مقدماتی دیگه ایم است که فکر میکنم که شاید در حقوق فرزندان بر پدران ما بعدا ای را صحبت بکنیم. بله انشاءالله. استاد از خلال صحبت های شما ای را من درک کردم که شما گفتین باید یک جوان و یک مرد برای اولاد خود یک همسر خوب انتخاب بکنه. آیا جانب دیگر که دختر هست یا خانم است، او هم حق داره برای خود یک مرد خوب انتخاب بکنه یا تنها انتخاب از طرف مرد است؟ ببینیم که اسلام دین عدالت است و دین انسانیت است. در تمام آیات قرآن کریم شما وقتی که خطاب قرآن را متوجه میشن، همه انسان ها را مورد خطاب و بالاخص همه اهل ایمان را مورد خطاب قرار میدهد. یا ایها الناس و یا بنی آدم، یا ایها الذین آمنوا، خصوصا به شکل خاص مؤمنان را که وقتی که مخاطب قرار میدهد، در یا ایها الذین آمنوا شما میدانید وقتی که این صیغه استعمال میشه، این مشتمل بر طبقه ذکور و اناث است و شما میدانید که از لحاظ قواعد لغت عرب وقتی که ذکور و اناث با هم یک جا باشند، در اونجا ما صیغه وقتی که مخاطب قرار میتیم به صیغه تذکیر و یا کسایی که اونا مذکر هستند به این صیغه مورد خطاب قرار میگیرند. بنابراین ما میبینیم که در قرآن کریم برای زن و برای مرد در انتخاب همسرش و در احادیث پیامبر آزادی کامل داده شده. هنگامی که یک انسان خواستگاری میرود، پیامبر اسلام میفرماید که شما از زنان بیوه صراحتن باید لفظ بگیرند و اونا باید خودشان بگویه که چه کسی را انتخاب میکنه. بله. اما در قسمت بکر و یا باکره، اینا اگر خاموشم سکوتم کردند
و این سکوتشان به معنای علامت رضایت است، الا که صریح و روشن بگویند که ما انتخاب نمی کنیم. به این خاطر است که دو نفر شاهده که در مجلس عقد زواج و یا نکاح حاضر می شود که پیامبر اسلام فرمود لا نکاح الا بولی و شاهده عدل، نکاح صورت نمی گیرد مگر به رضایت ولی و دو شاهده که عادل باشه. و زمانی که دختر و یا منکوحه که به اصطلاح نکاح می شود و یا خانمی که عقد زواج صورت می گیره اگر راضی نباشه، یعنی شما می دانید که نکاح بزور که او بگویه که من نکاح نمی کنم و یا ازدواج را قبول ندارم، عقد صورت نمی گیره. بدون شک به این خاطر است که خانمی که نزد پیامبر اسلام آمد و گفت یا رسول الله می خواهد که مرا به پسر کاکایم به ازدواج داده و یا به نکاح عقد نکاح پسر کاکا و یا پسر عمو، ولی من راضی نیستم، میخوای که عیب او را بپوشانه با واسطه ما. و بعدا گفت که آیا زنا اختیاردار حق انتخاب؟ پیامبر اسلام فرمود که بالکل حق انتخاب داری و میتونی که رد بکنی، ولی گفت که من ایره قبول میکنم چون به خاطر این سوال کردم تا زنان بدانند، زنان دنیا و زنان مسلمان، که اینا در انتخاب شوهرشان حق انتخاب و حق رضایت داره بدون شک. بسیار خوب. خب وقتی که یک زن و یک مرد یک همسر خوب برای خود انتخاب میکنه و یک همسر متدین برای خود انتخاب میکنه و از اینجا بنیاد یک خانواده گذاشته میشوه، بعد از اینکه در خانواده وقتی که فرزند تولد میشه، اولاد تولد میشه و اینها صاحب نعمت اولاد میشه و قسمی که شما قبلا اشاره کردین که از بزرگترین نعمت های الله متعال بر بالای انسان ها اولاد هست، این اولاد بر بالای این والدین، بر بالای پدر و مادرشان چه حقوقی دارن و این حقوق از کجا شروع میشه؟ و اصلا در این رابطه البته یک بحث بسیار وسیع است. بله. و علما هر کدام بنابه خود در بخش علمی که خودشان تخصص داره و یا کتابهایی را نوشته کردن، هر کدام در بخش خود کتابهایی را در این رابطه و یا مطالب را نوشته کردن. بله. محدثین در رابطه با این مطالب احادیث را جمع‌آوری کرده، آیات قرآن وقتی که بیان شده مفسرین در تفاسیر در رابطه با این صحبت کردن، فقها در کتابای فقهی در این رابطه بحثای مفصل کرده اند و حتی روانشناسا از دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسا از دیدگاه جامعه شناسی، هر کدام از خود یعنی بحثای دارن که ما در امو حدود حقوقی را که اسلام در دو منبع مهم و اساسی خود که قرآن و سنت است بیان می داره، ما در این رابطه می خواهم که کمی صحبت داشته باشم. البته حقوقی را که از دیدگاه شرعی یک طفل مسلمان داره، اولین حق او را مثل که طوری که ما پیشتر خدمت شما بیان کردیم، مسئله انتخاب یک مادر سالم است. بله. که چون خانم ها یعنی اولاد امانت الهی اند به گردن پدرانشان و پدران من حیث راعیان و مسئولان زندگی اولاد خودشان هستند، به خاطر اینا حقوقی را که بر پدران و مادران خود دارند، اولین حقی را که یک طفل مسلمان داره او عبارت از ای است که حق انتخاب یک مادر پاک دامن، یک مادر مسلمانی است که باید در انتخاب ازدواج خود، چون این یک زمین پاک است. شما می دانید که زمین پاک میوه پاک و یا حاصل پاک میتا. این اولین حق است که طوری که در احادیث پیامبر اسلام ذکر می شود که تخیروا لنطفکم، شما برای نطفه هایتان انتخاب کنید و چه انتخاب باید باشه، یعنی یک انتخاب سالم. و از حقوق یک طفل ای است که او حق زندگی داره که اگر در دوران جنین است و یا بعد از دوران ولادت است، این البته
قبل از یک مطلب دیگه ضرورت است که در وقت اسلام چون انسان در کرامت بخشیده مورد تعظیم و تکریم خود قرار داده، هر کار ما باید در یک چوکات باشه که از دیدگاه اسلامی او مشروعیت داره. میگوید که وقتی که یک انسان ازدواج میکنه، حتی آمیزش و رابطه جنسی دو انسان که با هم ازدواج کرده باید ای در این حالت از شر و وسواس شیاطین انسان به الله پناه ببره و دعا بکنه و اللهم جنب الشیطان و وجنبنا ما رزقتنا و وجنب الشیطان ما رزقتنا، پروردگارا شیطان از ما دور بگردان و ما پناه میبریم از تو از شر شیطان، و در آنچه که برای ما رزق و عنایت میکنی اولاد و یا فرزند، پروردگارا در مورد او هم وسواس شیاطین دور بگردان. ببینیم که انسان باید استعاذه بگوید و به الله پناه ببره و انسان حتی در وقت هم بستر شدن در نطفه انسان میتونه که شیطان نقش بازی کنه و شارکهم فی الاموال والاولاد، این نص قرآن کریم است که تو شریک میشوی در مالهایشان و در اولادشان، و حتی آیه قرآن است قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یک مشکلی که ما داریم متاسفانه بگویم و ایره کاملا دوستانه و برادرانه، ما باید به خدمت برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان عرض برسانم که متاسفانه در وقتی حتی آمیزش زن مسلمان و مرد مسلمان به عوض نام الله، میبینیم که سازهای بندری و هندوستانی و هالیود و بالیود مرش میکنن و بچی از یام که بعد از یامت ای حتی بعد از ولادت هم در روح و روان و اخلاقش تاثیر داره. و به این خاطر است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از حقوق دیگر طفل را حق حیات و حق زندگی معرفی میداره. اگر یک خانم حمل داره بدون یک عذر شدید شرعی اجازه سقط جنین نداره که او را دور بندازه، و هم از خود اگر یک ماه 40 روز است حکمش به کدام اندازه است؟ اگر در 40 روز دوم است و یا در 40 روز سوم است، هر کدام مراحل از این، یعنی فتوا و فیصله علمای دین شدید شده میره. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد زنی که حتی حمل داشت و برایش باید حد را جاری میکردند، گفت که بگذارن تا که حمل زی پیدا شود. یعنی اسلام حتی با یک جنینی که از حرام بوده امورم پیامبر اسلام رعایت میکنه و او را از بین نمیبره. خلاصه مطلب ای که یعنی اولاد از حقوقش یکی امی است که در رابطه با حیات و زندگی او باید پدر متوجه باشه، از هلاکتش باید دفاع کنه، اگر ظالمای متجاوزین تجاوز میکنن در برابر باید دفاع کنه. چرا دفاع از مال و دفاع از اولاد برای یک مرد مسلمان فرض است. و قرآن کریم بشارت و خوشخبری و مژده دادن را یکی از حقوق اولاد میدانه که نعمت است. ما نباید مانند دوران جاهلیت با آمدن دختر و یا با ولادت یک پسر ما یک رفال بد بگیرم و یک رفال نیک بگیرم. قرآن کریم آمدن فرزند را بشارت و هبه الهی میدانه. ان الله یبشرک بیحیی، الله به یحیی تو را بشارت میده. و یا مثلا بشرناها به اسحاق، ما او را بشارت دادیم. اما این از عادات دوران جاهلیت بود، زمانی که یکی ایشان را به دختر بشارت میدادند روی او سیاه میشد. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. و به عین ترتیب در دوران کودکی، البته زمانی که تولد میشوه، کاری که میکنه باید این طفل
اولین روزهای خود را در این دنیای فانی با صدای لا اله الا الله محمد رسول الله حی للصلا و حی للفلا، این صدای تابناک توحید و رسالت و صدای عبادت و صدای فلاح و رستگاری باید به گوش از او زمزمه شود. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما پیدا شد، در گوش او آذان میته و در گوش راست و در گوش چپم اقامه میگه. وی البته طریقی مسنونی پیامبر اسلام است و حدیث شریف ای است از عبیدالله ابن ابی رافع عن ابیه از پدرش قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن فی اذن الحسن ابن علی، آذان داد در گوش های حسن ابن علی حین ولدته فاطمه به صلات، زمانی که اولا فاطمه رضی الله تعالی عنها ولادت کرد، یعنی در گوش از او حتی آذان میته اما آذانی که برای نماز گفته میشوه امی آذانه گفت. مسئله تحنیک است که خرمایی را میگیرند و او را در دان میده میکنند و در دان طفل در دو طرف او را البته تبرکن میمالند و حلق شعر است که موهای او را باید تراش کنه، این به خاطر قوت یک طفل است که موهای قوی و هم به خاطری که شاید در او میکروب باشه و این هم طریقی مسنونی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و همچنان مسئله به وزن او صدقه میتن، کمک به مساکین است، یک رابطه خوب اجتماعی و حقوق دیگرم داره که البته شما فکر میکنم شاید در طول سوالا شما اگر ایتو مرحله به مرحله پیش میریم در غیر از اومه باز ادامه میتون بفرمایید. بسیار خوب جناب استاد، اینجا میریم طرف یک میان برنامه، به اجازه شما بعد از میان برنامه انشالله با بقیه حقوق اولاد بر بالای والدین برمیگردیم بعد از یک میان برنامه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 20 44 20 35 19 30 66 20 44 33 20 10 14 33 با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1 طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2 برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3 جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق منتظر صدای گرمتان با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی قسمی که در ابتدای برنامه با شما وعده کرده بودم که مهمان دیگه ما محترمه خانم ساجده سلطانی از ایالات متحده آمریکا در خلال این بحث با ما خواهند پیوست الان محترمه خواهر ساجده سلطانی را ما توسط خط تلفن با خود داریم ما سلام عرض میکنم خدمت خواهر سلطانی سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله خب خواهر در ابتدا با بینده های ما سلام اگر کنید سلام مجدد به شما و به استاد محترم استاد سادات به تمام بیننده ها و شنونده های شما میرسنم و از این که از ما دعوت کردین به این پروگرام خوب شما سهم بگیرم اظهار امتنان میکنم خواهش میکنیم خواهر البته شما صحبت های جناب استاد سادات در مورد موضوع برنامه شنیدین و از جمله صحبت های مهمی که در خلال صحبت های استاد مطرح شد همین بود که یک انسان باید برای یک فامیل و یک خانواده خوب و سعادتمند یک مادر خوب انتخاب بکنه سوال اینجا مطرح میشه که یک مادر خوب چی تو یک مادری هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام علی رسول الله کریم اشرف الانبیاء و المرسلین اول باید بگیم که ما همگی میفهمیم که رول مادر و پدر هر دو بسیار مهم است پس
من وقتی شما رول مادر میگین در پلوی از اون رول پدر هم شامل میسازم و میگم که مادر و پدر نقش رول اولیه و اساسی در تربیت طفل دارن. بله. و مبادی تربیه اسلام بهترین راه و روش برای والدین در تربیه اولاد است. امیر رقم که خداوند در سوره کهف شریف فرموده که المال والبنون زینت و حیات دنیا، یعنی برای والدین یک هشدار داره که اولادها امیر رقم که مالتان دوست دارین، اولادتان هم بسیار شیرین است و بسیار قسمی که استاد صداد تشریح کردن که یک توفی بسیار فوق العاده است که از طرف پروردگار به مادر و پدر داده میشه. پس در وقت در تربیه زینا باید توجه جدی به کار بره و فراموش باید نکنیم که اولاد ما قدر کشیرین است، اعمال صالح از اون منزلت بالاتر داره و به صورت عموم باید در تمام دانش همه جانبه اولاد باید توجه شد و به دانش اسلامی هم توجه خاص باید به کار بره. و این که ما امو توفیه ده که خداوند به ما ارزانی کرده بدیدی که امو قدر از اون و شکر از اون بجا کرده بشیم، باید که از در مقابل اولاد از محبت، عاطفه، شفقت، کمک، اندرس، قربانی ها و گذشت کار بگیریم. و این جاتر مادرها اکثرا چون بسیار ترحمشون به قلبشان زیادتر از پدر است، زیادتر این متوجه مادرها میشن. و اولین چیزی که برای والدین بسیار مهم است ایست که اسلام باید سر دوباره به حیث یک سیستم کامل زندگی مطرح کنه، نه به حیث آیین پرستش یا کلچر و عادات و سنن قدیمی. و صفت اول یک مادر خوب و تمام مادرهایی که میخواین اولادهای موفق سربراه و مسلمان کلان کنن همیست که باید خود اول از دانش اسلامی برخوردار بگردنن، زیرا بهترین اخلاق اخلاق اسلام واقعی است. و متوجه شدیم که من گفتم اسلام واقعی برای زی که بعض مادرهایی که خود از زحمت نمیتن که اسلام خودشون یاد بگیرن، اسلام به اصطلاح ما شما به طریق پخبو یاد میگیرن، یعنی از چیزی که از گذشته و از دیگه مردم برشون مونده یا از مادرها و پدرهایشون مونده به اون طریق پیش میدن، ولو که این سیستم به اصطلاح شکل کلچری به خود میگیره، ولو که اسلامی باشه یا نباشه امور تعقیب میکنن. بسیار کسانی داریم که دعوا میکنن ادعای مسلمانی میکنن مگر از اسلام واقعی درست واقف نیستن. اگر یک مادر یا یک پدر خود اخلاق دانش درست نداشته باشه، اولادش به اون گوش نمیکنه. صفت دوم یک مادر یا یک پدری است که با هم در قسمت تربیه اولادها هم نوا و هم کار باشن، به این معنی که هر چی که برای بالای اولادشان واقع میشه باید با هم در میان بگذارن. بعضی مادرها حال اول اولاد خود از پدرشان پنهان میکنن، ولی بفهم که اگر ما برای پدر بگوییم پدر قهر میشن. و دیگه باید خاطرشان کنیم که پدرها هم بگوییم اکثرا یا بعضا از خشونت کار میگیرن. و بعد از اینکه مادر نمیخواه که اولاد پدر بالای اولاد قهر شود، اما هر حالتی که بالای اولاد آمده باشه از پدر پنهان میکنه. و این وضع بدبختی، این وضع بدبختی های دیگه ای بار میاره که اولاد از این سوء استفاده های زیاد میتونه بکنه. مثال برای شما میگیم که مادر که از کارهای ناشایستی اولادش پدرش آگاه نمیشد، وقتی که پدر بالای پسر خود قهر میشد باز مادر به او پول میداد و او دلاسا میکرد که اما تلافی قهر پدر کرده باشه، دفعه پسر به جای رسید که تا حال نسبت به جرایم مختلف 3 بار بندی شده. در اینجا باید خود نشان کنیم که رول پدر در درک اولاد و شرایط زیست از بسیار مهم است. جاتر یعنی پدرها و مادرهایی که در غرب زندگی میکنن در امریکا و اروپا، پدران نباید از یعنی در هیچ جای پدران نباید از ظلم کار بگیرن، ولی پدرهایی که در اروپا و امریکا زندگی میکنن باید اوضای محیط زیست فامیل خود با خبر باشن و بالای اولاد خود قدر فشارهایی به جای وارد نکنن که اولاد از خانه گریزان شود و به رفقای بیرون روی برن. نه اگر شما اگر
سوالی داشته باشین میخواید. بسیار خوب. خب این صفات مادر خوبی را که شما اشاره کردین، یکی باید مادر صاحب اخلاق نیک باشه و از اسلام واقعی پیروی بکنه، نه تنها اسلام تقلیدی، و چیزی دیگه که گفتین باید با پدرها هم نوا و هم کار باشه و اشتباهاتی که از فرزندا صورت میگیره نباید از پدر پنهان بکنه. خب پس مسئولیت یک مادر خوب در قبال فرزنداش و خصوصا در قبال دخترها البته چیست؟ مسئولیت یک مادر در قبال دخترها و پسرهایش بسیار مهم است. بله. مادر یک رول بسیار حساس داره، به این معنی که مادر میتونه به صفت یک پل در بین اولادها و پدرشون باشد. بله. همچنان یک مادر خوب رازدار و محرم اسرار اولاد خود مخصوصا از دخترهای خود میباشد. مادرها و پدرها باید چنان پیش آمده در فامیل و با اولادهای خود داشته باشند که اولاد به جرات بتانند مشکلات بیرون از خانه را با آنها در میان بگذارند. والدین نباید که به طریق آمرانه، چی مادر باشه یا پدر، باید بسیار همیشه به طریق آمرانه با اولادهای خود رویه نکنند، بلکه قسمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که در سال در هفت سال اول با آنها مطابق سنشان بازی کنند و در هفت سال دوم با آنها دیسپلین و تربیه یاد بدن، در هفت سال سوم با آنها مثل رفیق رفتار کنند، که متاسفانه اکثر مادرها و پدرهای افغان ما این امر مهم فراموش کردند. در غرب میگن که با اولادتان رفیق باشین. خوب این هم خودش چالش های دیگه را بر مادرها و پدرها بار میاره. اگر والدین متوجه حساسیت این موضوع نباشن و اولادهای خود از اول متوجه نشدن که حدود بین رفاقت و احترام نباید بر هم بخوره، مشکلات در غیر زیر مشکلات در خانواده به وجود میاد. رفیق بودن یعنی منای زیر نداره که عین رفتاری را که با رفیقتان در بیرون میکنین با مادر و پدرتان هم میکنین بکنین. در حالی که از نگاه اسلامی یک بهترامی و عدم تعادل در خانواده ایجاد میکنه. با اولادها باید وقت بگذرانیم، وقت با کیفیت. نمرای آنها به آنها باید موقعی بدیم که نظرشان رو بگه و مهمتر از همه به گفتارشان باید گوش کنیم. در وقت که اگر اونا نتانند با ما درباره شراب یا مواد مخدره و یا علاقه به یک شخص بخصوص یا غیره چیزا حرف بزنن، این حرفای خود میرن با رفقای بیرون بحث میکنن که شاید عواقب خوبی نداشته باشن. مثلا اطفال که خورتر هستن و به بازی های ویدیویی علاقه دارن، والدین باید علاقه به اونشان بکن، ولو که علاقهشون از تایدل نباشه، ولی باید طفل متوجه شود که به چیزی که او علاقه داره مادر پدرش هم در او سمت هست و علاقه خود نشان میده. مثلا در وقت نماز از اطفال باید دعوت کنیم که اندای ما نماز بخورن، و باید اگر اونا وقتی که میان نماز میخورن باید آفرین گفته تشویق شد کنیم، نه اینکه بالایشان اجبار کنیم و با زور بقبولانیم که بیا نماز بخورن، چرا که به صورت زور باشه از نماز و از اسلام دل سرد میشن و وقتی که بزرگ شدن دیگه طرف نماز نمیرن. و اون کسی که بالایشان زور کرده بود، حالا چون طفل وقت کلان میشه دیگه با زور هم نمی باشه که مجبور شدن. و بسیار مهم است که والدین در مساجد باید شامل و فعال باشن. آینده اسلام و مسلمان ها همی جوان هستن، باید جدن به این موضوع توجه کنیم. از زمان طفلی رابطه شان با مسجد قائم سازیم. خوبی های اسلام و رحمت به پایان الله سبحانه و تعالی را باید به خوبی به اونا تشریح و توضیح کنیم، و مهمتر اصلا ای که به اینا بفهمانیم که اسلام نباید از روی اعمال امروزی مسلمان ها که لطنه به خویت اسلام میزنن قضاوت کنن، بلکه خود ما اسلام باید مطالعه کنیم، نزد استادا بریم بیاموزیم، و به این ترتیب ما از اولاد های خود ما یاد سرپرستی کنیم، وگرنه اگر تعلیم درست به اونا داده نشه همگی را گم گشته میشن. همیشه باید به خاطر داشته باشیم که دین بالاتر و مهمتر از کلچر است. از اعمالی که مطابق کلچر ولی خلاف دین است باید اجتناب کنیم. بسیار خوب. بله صدای شما را میشنوم. در خلال صحبت های شما یک چیزی را که اشاره کردین، گفتین در غرب البته پدر و مادر با اولادها رویه دوستانه داره. اینجا سوال مطرح میشه که پدر و مادر افغانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن، رویه آنها به اولادهایشان چگونه است، و خصوصا مادران، البته رول مادرها در تربیه اولادها در داخل افغانستان چگونه است، و رول مادرهای افغانی البته در خارج افغانستان، قسمی که شما خودتان در آمریکا هستین، در آمریکا، اروپا و کانادا و غیره، رول یک مادر افغانی در تربیت اولادهایشان چگونه است؟ خب
خصوصا در جنبه دینی. البته رول یک مادر افغانی در هر جای دنیا که باشه رئیس خیلی مهم است و عین اهمیت داره، چی در داخل افغانستان باشه چی در اروپا امریکا باشه. بله. منتها تفاوت در این جاست که مادری که در افغانستان است در اونجا تعلیم بسیار کم بوده و متاسفانه اکثریت مادرای افغان در داخل افغانستان نه تنها تعلیمات مدنی نگرفتن، تعلیمات دینی درست هم نگرفتن، قسمی که گفتیم قسمت کلچری پیش رفتن. بله. و مادرایی که در اروپا و امریکا زندگی میکنن چانس بسیار زیادتر دارن که به مساجد برن. علمای زیاد است به امریکا و اروپا که میتونن بیاموزن. مثلا از اکثریت مادرایی که در خارج زندگی میکنن من فکر میکنم امید است که ایسایی درست گفته باشم که از تعلیم بهره‌مند هستن و میتونن کتاب هایی بخونن، مثلا تلویزیون هاست و پروگرام هاست و کنفرانس هاست و چانس ها بسیار زیاد است که ولو یک مادری که تعلیم نداره، یعنی درس خوانده نمیتونه و کتاب خوانده نمیتونه، میتونه تا بشنوه و بیاموزه. یعنی چانس بسیار زیادتر است چون در اینجا جنگ نیست و یعنی شرایط بسیار زیادتر خوب است برای مادرها. یعنی کلام دلیل ندارن که یاد ندارن یا نفهمن که با اولاد خود چی رقم پیش آمد کنن. در افغانستان چون مادرها بیچاره بسیار به خانه قید هستن، بسیار زیر تاثیر محیط و زیر فشار شوهرها و پدرها و فامیل و قوم و کلچر و همه چیز هستن، مشکلاتشان زیادتر است. ولی باز هم یعنی دلیل شده نمیتونه که از اونا کوشش نکنن که پیدا کنن که یعنی گفتار قرآن و امر قرآن و امر خداوند چی است و چه قسم با اولاد خود پیشمت کنن. باید این رو خاطر نشان بسازم که والدین باید کوشش نهایی خود بکنن که فضای خانهشان بسیار با آرامش و بدون جنگ و جدال باشه. زیرا فضای نارام و پرخشاش خانواده در روی اطفال تاثیرات دواندار و ناگوار میگذاره و نه. امکان داره که اطفال ایره به مسلمان بودن پدر و مادر ربط بدن. بله. پس رول زن و شوهر دو دهی امر مهم است، ولی رول پدرها به صورت عموم مهمتر است. زیرا در اکثر ممالک اسلامی به شمول افغانستان مردا دست بالا دارن. پس امید است که من سوال شما رو جواب گفته باشم. بله، اما از خلال صحبت‌های شما این فهمیده شد که شما مادرای افغانی که در داخل افغانستان زندگی می‌کنن اونها را بیچاره‌تر خواندین در قبال تربیت اولادهایشان. البته و شما توصیفی از مادرهای افغانی در خارج از افغانستان خصوصا در غرب، در اروپا و امریکا کردین، در حالی که واقعیت اکثر ملت افغان برعکس این درک می‌کنن. مثلا دخترها و فرزندانی که از فرزندان و دختران افغانی البته که از غرب، از اروپا و امریکا وارد افغانستان می شوند، البته جنبه تربیه دینی آنها خیلی کمتر است. مثلا از نگاه حجاب شما ببینین، از نگاه نماز ببینین، در مقابل دختر و یا خانم و یا پسر افغانی که در داخل افغانستان و در نزد مادر افغانی داخل افغانستان تربیه شده، در بیشترین کسایی که امروز در سینماها، در موسیقی و در دیگه بخش هایی که البته با جنبه دینیش ضعیف است یا کلن با دین اسلام مغایرت داره، این تحفه است که از غرب به افغانستان آمده. پس به نظر ما مادرای افغانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه اونها را بیچاره تر فکر میکنیم در قبال تربیت اولادشان. البته اجازه بدین که یک تصحیح کنم. وقتی ما گفتم که مادرهایی که در داخل افغانستان هستن چانس آموزش کمتر دارن، به این معنا نیست که شما گفتین ما اونا را ببخشید یک کلمه استفاده کردیم که اونا را خدا نخواسته به حساب توهین، من نگفتم که اونا نمیفهمن یا منظور نیست که چانس آموختن اسلام، آموزش اسلام، یاد گرفتن اسلام و او را به کرسی نشاندن برای مادرها و پدرهایی که در غرب زندگی میکنن زیادتر است. پس من به یک حساب ملامتی را زیادتر به دوش مادرهایی که در غرب هستن یا مادرها و پدرهایی که در غرب هستن و اسلام یاد نمیگیرن، در حالی که بسیار موقعی برشان زیادتر مساعد است که یاد بگیرن، ملامتی را زیادتر به دوش از اینا مندازم. و من به یک حساب تقدیر کردم، یعنی منظورم همی بود که تقدیر می کردم، البته شما
مربوط از فامیلین. مگر من منظورم این بود که مادرای افغانی که در داخل افغانستان با شرایط بسیار زیر زندگی میکنن و هنوز هم به اولاد خود امو اسلام یاد میتن، اونا زیادتر قابل تقدیر هستن، چانس آموزششان کمتر است. منظور من از موضوع آموزش بود که در افغانستان چانس برای زن خانمای افغان، مادرای افغان در اونجا کمتر است که یاد بگیرن، چون به مساجد اجازه ندارن که برن در اونجا، در حالی که در امریکا و اروپا خانما بسیار آزادانه میتونن به مساجد برن، به کنفرانس ها اسلامی برن و بیاموزن. البته قبلا بوده، اما حالا مدارس دینی برای طبقه اوناس در افغانستان خیلی زیاد فعالیت داره و بسیاری از خارها در آنجا در این باب کار میکنن. من چون بسیار سالها شده که از داخل افغانستان دور بودیم، اگر باز اشتباهات از این نگاه میکنم که من آقا نیستم که چقدر مراکز دینی یا مراکز تعلیمی اسلامی در افغانستان زیاد پیشرفت کرده، متاسفانه از این که من خودم از او آگاهی ندارم. بله. امید است که خواهرای ما در داخل و خارج کشور این فکر نکنن که خدا خواسته کنم توهینی به موقف مادرهایی که داخل افغانستان است. اگر شده باشه معذرت میخوایم. نه اصلا نه خواهر، چنین حرفی اصلا نیست. شما حرفایی که زدین، البته این حرفتون کاملا بجاست و من موافق هستم که مادرهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن از بعد تعلیم دینی البته تا حال به بهره بودن، اکثرشان البته هیچ نوع معلوماتی در مورد تعلیمات دینی ندارن، فقط همون نماز و روزه را که از پدر و مادرش به طریقه تقلیدی یاد گرفته و آموخته همو است و بس، و این البته در غرب و در اروپا و امریکا البته و در دیگر کشورها زمینه مساعدتر بوده تا که آنها تعلیمات دینی بیشتر و وسیع‌تری بیاموزن. با این حرف موافق هستم، اما حالا در داخل افغانستان هم چنین کارهای در حال جریان است. بسیاری از برادران و علما و بسیاری از خواهران حتی در این راستا کار میکنند برای آگاهی بیشتر زنان افغان در مورد تعلیمات دینیشان. البته الحمدلله. بله. شما خبر بسیار خوشی به ما دادین. متاسفانه از طریق رسانه های تلویزیونی که ما مثلا از داخل افغانستان بعضا میبینیم، یعنی این موضوع رو قدر زیاد، البته در قسمت از این که خانما کار میکنن در بیدون این چیزها رو میبینیم، تا از نگاه از این که چقدر خانما تشویق میشن که تعلیمات دینی بگیرن، او رو مکمتر شخص خود مکمتر آگاه بودم. خب تشکر از شما که دعوت ما رو لبیک گفتین و برای بیننده های عزیز ما وقت دادین. یک بار دیگه از شما سپاسگزار هستم. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا حافظتان. خب جناب استاد سادات با ما هستین؟ بله، سلام علیکم. صحبت‌های خواهر سلطانی را شما شنیدین ان شاء الله. بله بله. قبل از اینکه دوباره طرف حقوق برگردیم، یک چیز البته از ما شما ماند. شما در ابتدا اولادها را نعمت خواندین، درست است؟ بالکل درست. در حالی که آیات متعددی اولاد دشمن برای پدر خطاب میکنه، برای والدین دشمن خطاب میکنه، در آیات دیگه فتنه خطاب میکنه. چطور یک دشمن و فتنه نعمت شده میتونه؟ خدمت شما عرض برسانم که اگر ما در ترجمه و در تفسیر و در تحلیل ای آیات دقیق شویم، کلن این نعمت به جای خود میمانه و عذاب و نقمت هم به جای خود. نه. الله متعال من باب مثال ما ایره در سوره تغابن آیه مبارکه داریم که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. بله. ای مؤمنان، ان من ازواجکم، ولما گفته ان که ای به خاطر تبعید است، تبعیض، یعنی بعضی از اولادهای شما و بعضی از زنان شما برای شما دشمن خواهند بود، پس از ایشان برحذر شوید، خود را برحذر بدارید. بله. یعنی معنای آیه این می شود که اگر یک تعداد زنان و فرزندان از مسیر عبادت و از مسیر توحید و رسالت و از مسیر هدایت منحرف شوند، بله، و شما اونا را مسئولیتی که دارن رسان قبول نکردن، پس اینمیا که دشمنای الله هستن، دشمنای شما هستن. شما به فسق و فساد و کفر اینا باید آلوده نشوند. مثلا نوح علیه السلام خانمش و یا فرزندش و به می ترتیب. این یک معنای دومم عبارت از این است که ما شما در یکی از آیات قرآن کریم در سوره فکر میکنم سوره منافقون است، در آخرش می فرماید
یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنان، شما را مشغول و مصروف نسازه اولادتان و اموالتان از ذکر الله. یعنی امی اولاد به ذات خود نعمت است، مگر وقتی که پدران به این نعمت از عبادت الله غافل میشه و به این نعمت مصروف میشه و این در حقیقت این نعمت برای تو یک وسیله دشمنی شد، یعنی تو خود یک عملی انجام دادی که برای دشمنی را ایجاد کردی. شما را ای اولادتان که نعمت الله است و مالتان که نعمت الله است، به این باید شکرانگی ای نعمت ادا کنند. شما را از ذکر الله باز نداره. اگر از ذکر الله شما را باز داشت، پس این مال و این اولاد وسیله چی شد؟ وسیله دشمنی شد. یک معنای دومش همی است. و معنای اولش ای است که بعضی از اولادتان، مثلا یک پدر مسلمان است، بچهش رفته کمونیست شده و این منکر از الله شده و در برابر دین الله و توحید الله و در برابر رسالت رسول الله می جنگه، این پدر او را نصیحت میکنه نمیشنوه. این در حقیقت اگر از این اولادی که منحرف شده حذر نکنه، این در حقیقت دشمنی آشکارا است که این با اسلام میکنه و این با آخرت خود میکنه. فکر میکنم که انشاءالله او نعمت بودن به جای خودش میمانه، اما استثناء و یا بعضی را از این جمله میکشه که اینا در مجموع تعبیرش باز قرآن کریم خودش روشن بیان میکنه که شما را این وسیله غافل شدن شما از ذکر الله و از عبادت الله نشوه. بسیار خوب، شما قبلا در مورد حقوق فرزندان بر بالای والدین صحبت هایی داشتید، از جمله حقوقی که شما اشاره کردین انتخاب یک مادر خوب برای فرزند و همچنین خواندن دعا در نزد و استعاذه و پناه بردن به الله متعال در وقت هم بستری و حق زندگی دادن برای فرزند و اگرچه جنین هم باشه و همچنین دفاع از فرزندان را یکی از حقوق آنها خواندین. بر علاوه این حقوق، حقوق دیگه هم داره؟ بله، ما قبلا هم در این رابطه یک تذکر بسیار مختصر دادم. چرا؟ این یک بحث وسیع است و من قبل از اینکه بحث شروع کنم از خواهر ساجده جانم تشکر میکنم از سهم گرفتنشان و از فعالیتشان که یک خواهر فعال است در کشور امریکا و الله متعالی همچه خواهرهای با احساس را انشاءالله که تعدادشان رشد به توسعات بگردانه. آمین. و در کارهایشان موفق بگردانه. آمین. در این رابطه من قبلا هم خدمت شما برز رسانیدم که اسلام انسان ده از آوان کودکی، حتی قبل از ولادت، حتی قبل از اینکه جنین او بسته شوه، مورد تکریم و تعظیم و احترام قرار میده. همونطور قرآن میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم. این طفل چه در وقت جنین است و چه در وقت ولادت است، چه در وقت رضاعت است، چه در وقت حضانت و به اصطلاح محافظت است و چه در وقت طفولیت که بزرگتر می شود و مکتب برود و در وقت جوانی است تا وقت مردن و بعد از مردن تا آخرت این مورد توجه اسلام است. یکی از حقوق دیگری را که ما ذکر کردیم قبلا هم مسئله آذان و مسئله اقامه و مسئله تحنیک و تراشیدن موی یک طفل وقتی که به دنیا میاد، گفتم که این از سنت پیامبر اسلام است که موهای اینا را تراش میکردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به وزن موی یک طفل که تراش میشوه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که به مو اندازه نقره را وزن میکنه و این را برای فقرا تقسیم میکنه. و سوال در اینجاست که با این نقره فقرا کدام مشکلش حل میشود؟ فکر کنیم که ما 1.5 میلیارد مسلمان هستیم و در بین از این چند صد میلیون طفل باشه و هر کدام این عمل را انجام بده، فکر میکنیم که یک سرمایه بسیار بزرگ است و در پهلوی از یک رابطه خوب اجتماعی است و یک رابطه خوب برادری و ترحم بر فقرا و اظهار نعمت در برابر این نعمتی است که الله انسان را عنایت میکنه. و از جمله حقوقی که یک فرزند بر پدران خود دارند یا بر والدین،
عبارت از این است که نام نیکو بر او باید بگذاره. حدیث پیامبر اسلام فرمود که ولد لی اللیله غلام فسمیته به اسم ابی ابراهیم، شب گذشته الله به ما فرزند عنایت کرد و نام او را به نام پدر بزرگوارم ابراهیم گذاشتم. ببینیم که نام نیکو انتخاب کردن یه عزت بخشیدن به یک فرزند است. و حتی رسول معظم اسلام زمانی که فاطمه زهرا فرزندش متولد می شود و نام او را گفت چی نام گذاشتی؟ گفت حرب نام گذاشتم، علی بن ابی طالب. پیامبر اسلام او را تغییر می ده و نام او را حسن می گذاره. همچنان در فرزند دوم خود عین نام می گذاره و او را حسین می گذاره. و از کارهایی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انجام می دادن، تغییر نامهای نامیمون و نامبارک و نامهای نامعنوس و نامهای زشت بود. به طور مثال خانم آمد و گفت نام تو چی است؟ گفت بره، یعنی خود را بسیار نیکوکار و جنتی معرفی کردن و تزکیه نمودن که ما اجازه نداریم. پیامبر اسلام فرمود که نام تو زینب است. شخصی گفت نام چیز؟ گفت نام ما حرب است. گفت نه، نام تو سهل است. خانم آمد گفت نام چی است؟ گفت نام ما شقیه است. گفت نه، نام تو جمیله است. نام بر شخصیت انسان تأثیر میگذاره. اما متاسفانه برادر محترم که ایره من تأسف میخورم که یک تعداد از خواهران و برادران ما هنگامی که طفلش متولد میشوه و میگوید که در مثلا از دخترای فلم یک نام برای ما بگوی که بسیار یک مشهور باشه، و یا یک نامی را میگذاره که او اصلا یعنی به صفت یک مسلمان در فامیل یک مسلمان مناسبت نداره. شما ایره البته این نام ها را در غیر مسلمان ها پیدا میکنین. در افغانستان ما چپی ها و کمونست ها نام های خود را آفت میماندن، تخلص ها بود، آفت، طوفان، آتش و امثال این مطالب. مگر ببینیم که در این اسم گذاشتن به خاطری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انکم تدعون یوم القیامه باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، شما در روز قیامت به نام های خودتان و به نام های پدرانتان مخاطب قرار می گیرند، شما را صدا میکنه. عبدالله فرزند عبدالکریم به طور مثال نام های زیبا بسیار تأثیر داره، اما اگر یک مسلمان در روز قیامت صدا کنه که خروشچف ولد عبدالکریم یا جورج بوش یا مثلا کدام نام دیگه ایره، ایره من باب مثال میگم، یعنی ای واقعا انسان مسلمان باید توجه کنه که در گذاشتن نام چه بهتر است از نام های انبیا کرده دیگه نام ها، یا نامی که به سوی الله نسبت داده شود که پیامبر اسلام فرمود احب الاسماء الله عبد الله و عبد الرحمن و راست اصدقها حارس و همام. یعنی ما نام هایی را که پیامبر اسلام گذاشته و یا صحابه، این نام ها یکی از مسئولیت های یک مسلمان است که باید فرزندش به او یعنی یه حق فرزند است که باید نام و دختر است که نام نیکو برش باید بتن. این فردا بزرگ می شود، در جامعه خطاب میکنند، شاید او یک شخص بسیار خطرناک بوده باشه و یا این نام غیر اسلامی باشه، پدر را خوش آمده، ولی این یک مسئولیت است. حتی در گذاشتن نام یک امانت است که خیانت به اولاد صورت نگیره. عقیق نمودن و در روز هفتم از ولادت طفل گوسفند را ذبح نمودن و در او اقارب و دوستان را دعوت دادن تا که در شکرانه نعمت سهیم شوند، ای از سنت های پیامبر بزرگوار اسلام است. در رابطه با حقوقی که یک طفل داره، مسئله رضاعت است. بنازم ای دین را و بنازم ای احکام را و بنازم ای فلسفه و ای حقیقتا مکتب انسانساز و انسانی را که حتی در غذای یک طفل و کودک متوجه است.
که باید برای شیر داده شود و باید محروم نشود از یه حق خود در طفلی که حرف زدن نمیتونه الله و اسلام از او دفاع میکنه، طفلی که نمیتونه که در محکمه بره و پلیس بره و حرف زدن نمیتونه، از جای خود حرکت نمیتونه، و اگر میخواه اسلام که او را پرورش بده و قرآن میفرماید والوالدات و یردعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مادران باید دو سال برای کسانی که دوران رضاعت و شیرخوارگی را به پایان میرسانند تکمیل میکنند، دو سال باید شیر بدهند اگر میخواهند که تکمیل شود. این معناش است که اختیاری است، اما قبل از آن اگر میخواهد قبل از دو سال ایره جدا بسازه، بازم اسلام میفرماید که در نتیجه یک تشاور و مشوره با همه مادر با پدر باید حق طفل مراعات شود و ایره اگر از شیر دادن جدا میسازه. شما میدانید که در آوان طفولیت شیر مادر صحی ترین غذا است برای اطفال. مادر از طریق شیر حتی محبت به او می نشانه و به او عاطفه خود را در درون جسمش پیشکاری میکنه یا می نشانه. از طریق شیر مادر، عاطفه مادر، محبت مادر، انس مادر، بوی مادر و حتی خواص و ارث مادر در وجود یک طفل از یک انسان به انسان دیگه حرکت میکنه. و ایره امروزه ثابت کردن آن تأثیر را که پستان مادر و شیر پاک مادر در وجود یک طفل او تأثیر داره، چوشک نداره و یا شیرهای دیگه نداره. متاسفانه یک تعداد از مادران هیچ مشکل ندارن، صرف به خاطر که اعضای بدنشان خراب نشود و طفل بیچاره را محروم میسازه و شیر دیگه هم بالای از تاثیر منفی میکنه. در این صورت شرعاً این مسئولیت شرعی داره خانما و خواهرها و مادران که اگر کودک خداوند ارزانی کرده به ایشان، اینا از شیر جان خود باید برای از او عنایت بکنن، زیرا که مسئله صحت طفل، مسئله عاطفه طفل، مسئله حتی امو رشد و بدن طفل، ای از وجایب پدر و از وجایب مادر است. شما ببینید که زنای مسلمان متاسفانه گاهی تقلید در غرب میکنه از زنای غیر مسلمان، با مجردی که طفل پیدا شد میگه حالا جان ما خراب میشه. خود تو که 60 ساله باشی که امو اعضای بدن تو دانه فلفل واری باشه و چی تاثیر میکنه که طفل تو با کلیه محیات خود را از دست بده. یعنی حق طفل امی است که در پهلوی شیر دادن مسئله حضانت و مسئله نفقه است. پرورش طفل، محافظت طفل و یعنی حضانت دفاع از حیاتش است، حضانت دفاع از صحتش است و نفقه یک طفل است. همه ازیر ما باید متوجه باشیم. پیامبر اسلام فرمود کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته، یعنی کل ما مسئولیت داریم. یک کسی که در خانه است و رجل فی اهله راعین، یک انسان در خانه خود ای راعی است، مراعات کنه و ای چوپان است و ای مسئول است و باید اولاد خود را ای متوجه تربیه و رشد جسمی ازی هم باشه. و البته بحث دیگه در باره تربیت طفل است، ما دوباره چانس به شما میتوم شاید گفتنی اگر داره در غیر از باز ادامه میتوم. بسیار خوب، باز هم به اجازه شما میریم طرف یک میان برنامه، چون وقت یک میان برنامه است و بعد از این میان برنامه انشاءالله ما وقت خدمت بیننده های عزیز خود نیست قرار میتیم که تماس بگیرن و از جناب استاد سعادت در مورد موضوع برنامه البته سوالی داشته باشن و یا اینکه در مورد موضوع برنامه گفتنی داشته باشن، ما در خدمت هستیم بعد از یک میان برنامه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم
الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون هم. سلام عرض می کنم خدمت شما بیننده های عزیز. موضوع این هفته ما حقوق فرزندان بر والدین هست و مهمانان عزیز ما استاد سید خبیب سادات با ما هستند و همچنین در خلال این برنامه ما را همراهی کردن جناب محترمه خواهر ساجده سلطانی. جناب استاد، بله، قسمی که ما قبل از اینکه به میون برنامه بریم با بنده های عزیز خود وعده سپاریدم که بعد از میون برنامه انشاءالله تماس های آنها را میگیریم. همکارای تکنیکی ما شماره برنامه را زیرنویس خواهند کرد و بنده هایی که میخوان در مورد موضوع برنامه سوال و یا پرسشی از جناب استاد سادات داشته باشند میتوانن تماس بگیرن، سوالشان را مطرح بکنن و همچنین کسایی که نظر دارن و یا پیشنهاد دارن هم ما استقبال میکنیم. استاد، شما قبل از اینکه به میون برنامه بریم در مورد حقوق فرزندان بر والدین صحبت هایی داشتین، حقوق فراوانی را ذکر کردین، اگر حقوقی مانده باشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع هدى و بعد، بدون شک که هدف ما از بیان این حقوق عبارت از این است که طفل ما به دین خود احترام قائل باشه، به مقدسات خود احترام قائل باشه و یک طفل باشه که به پدر و مادر خود احترام قائل باشه و طفل باشه که خوشبخت و با سعادت باشه و طفل باشه که امرای دیگران لطف و مرحمت داشته باشه و طفل باشه که در جامعه یک طفل ذکی و بازکاوت باشه و طفل باشه که انسان وقتی که به اون مسئولیت میبخشه مسئولیت خود انجام بده و طفل شجاع و دلاور مدافع از مقدسات خود باشه و خلاصه صدقه جاریه باشه بعد از وفات پدر و مادر خود. بدون شک یکی از مهمترین چیزهایی که حق طفل بر پدر است و بر مادر است عبارت است مسئله تربیه طفل است. قرآن کریم به وضاحت می فرماید در سوره تحریم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مردم خود را و فامیل و اهل بیتتان را از آتش دوزخ نجات بتن. ابراهیم علیه الصلاه و السلام یک نمونه بسیار زنده است که در ام از الله اولاد صالح خواست. ای یک پدر باید همیشه دعا کنه که پروردگارا اولاد اگر میتی اولاد صالح بده. هر کس یک آرزوی داره ولی مسلمان در دلش می باشه کاش که اولاد ما اگر به سوی صحابه رسیدن میتونه، کاش که مثل امام بخاری باشه، کاش که مثل امام مسلم باشه، کاش که مثل ائمه اربعه اهل سنت باشه، کاش که مثل سایر محدثین و فقها و مفسرین باشه. آرزوش است کاش که یک مجاهد، یک دعوتگر و یک آدمی باشه که در جامعه مفید باشه. سیدنا ابراهیم علیه السلام چنان تربیه کرد اولاد خود را که الله سبحانه و تعالی از پشت امی اولاد پیامبری را با وجود آورد که او فخر تمام انسانها تا روز قیامت است. او سردار انبیا است که از نسل اسماعیل علیه السلام پیدا می شود و دو فرزند را که اسماعیل است و اسحاق است چنان تربیه کرد که از اثر تربیت او الله اینا را شایسته مقام نبوت گردانید. این بزرگترین یک میوه است و نتیجه تربیت است. و به عین ترتیب اسماعیل علیه السلام زمانی که امر الله می شود و که او را قربانی کنه در برابر پدر چنان احترام قائل است و در برابر اوامر الله که برای پدر نگفت چرا پدر این کار میکنی
یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. این کار انجام بده پدر، نگو من مشوره میکنم و مرا فرصت بده، میرم با مادر خود میگم. و قرآن از خود این فرزند تربیت شده باز تعریف میکنه، کان یأمر اهله بالصلاة و زکات، فامیل خود را به نماز و به زکات امر میکرد. سیدنا یعقوب علیه السلام مایوس نشد در تربیه اولاد خود، با وجود که اولادش کاری کرد در حق یوسف که شما داستانش به کلی مشهور است، ولی مایوس نشد. در نتیجه در آخرین لحظات زندگی ما میبینیم وقتی که امو فرزندای خود را جمع کرده، ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت از قال لبنی که ما تعبدون من بعدی، فرزندانش در جواب چی گفت که ما چرا عبادت میکنیم؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. ما الله یکتای تو را و پروردگار و الله پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را اله واحد و معبود واحد را پرستش میکنیم. بله. بسیار خوب جناب استاد، ببخشید که بینله های زیادی پشت خط داریم، نمیخوایم از این زیاد منتظر بمونن، چون وعده کرده بودیم که وقت برای آنها هم میتیم تا داشته های خود مطرح بکنن. میریم طرف تماس بیننده ها. به اجازه شما اولین بیننده را من میگیرم تماس شد. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز. جناب رئیس خوب است، سلامتی؟ تشکر، سلامت باشید. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ محمد ولی هستم، از مازندران زنگ میزنم. خوش آمدید بیننده عزیز، بفرمایید. سلام من به استاد سادات محترم برسه. بعد از این سوال دیگر نمیشه، یکی از برادران من نامش توفان، جناب استاد سادات با توفان اشاره کرده اگر توفان نمی بعدی باشه که من نام او را عوض کنید. درست است، سوال شما را گرفتیم. انشاءالله جناب استاد سادات پاسخ خواهند گفت. که طوفان نام خوبی هست. سلام من به استاد سادات برسه، با شما هم چنین خدا حافظ. تشکر از شما بیننده عزیز. البته بیننده های عزیز، زمانی که تماس میگیرید لطفا صدای تلویزیونتون را ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید تا که صدای شما را ما درست و از شما از ما را درست در بشنوید. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز. قربان شما. لطفا صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا. بفرمایید بیننده عزیز. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بخشا. شبکه بله شبکه وصال حق، برنامه قلب آسیا، بفرمایید. بخشا اگه گمل سنند جو زنگم لسنند جو زنگم اما باوجین من از پنش زنم نارین خواست. لطف بیننده عزیز فارسی صحبت کنید. لطفا فارسی صحبت کنید. فارسی نمیدونم، اینجا سی تا تابت هستین. خب بسیار خوب. پدرم زن پدر داشتیم خواست؟ بله. هر خزنو بود منه خراج بود از رفتر یک تک معنی. هر گرک معنی نو. ایا گناه معنی گناه ای زمن منو یا گناه معنی زملیو؟ بیننده عزیز لطفاً فارسی صحبت کنید و البته از زبانش برای ما نفهمیدیم چی گفتین. بیننده های عزیز باز هم التماس میکنم که تماس میگیرین، صدای تلویزیونتان را ببندید و از گوشه تلفن صحبت بکنید. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. بفرمایید بیننده عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ سهراب هستم، از بندر عباس تماس میگیرم. اسمتان؟ سهراب. بفرمایید بیننده عزیز، در مورد موضوع برنامه ما که حقوق فرزندان بر والدین است سوالی داشته باشید؟ عزیز خود راست خوب بودی بچه داداشتم چیز بزنم از در باره بچه. بله. میتونم با مجری صحبت کنم؟ با کی؟ مجری رحمان نیست مگه پلی شما؟ نه خیر، متاسفانه این هفته جناب مارونا انصاری رو ما با خود نداریم. البته استاد سید خوبایب سادات از آلمان با ما هستن. سلام، ما را به استاد هم میرسنیم، به مجری رحمان هم میرسنیم. انشاءالله. و علیکم سلام و رحمت الله. تشکر هستم باستون بیننده عزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. میتونم وقتی بشم به حاج آقا؟
بله بفرمایید، کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ من جلیل هستم، از تکاب تماس میگیرم. بفرمایید جلیل جان، در مورد موضوع برنامه ما که حقوق فرزندان بر والدین است، سوالی اگر داشته باشید. میخواستم شهادت اینو بگم. بله؟ میخواستم شهادت اینو بگم. یه آدمی هستم که شیعه بودم قبلا، میخواستم شهادت اینو بگم سنی بشم انشالله. میشه بدانم که چرا سنی شدید؟ برنامه شما خیلی تاثیر گذاشته روم، خودم خیلی تحقیق کردم، فهمیدم که دین دروغی رو دارم به دنبال میکنم. بعد تصمیم گرفتم که انشالله خدا هدایتم کنه، خدا اگه قبول کنه به طرف سنی دارم. خداوند شما را استقامت و صبر نصیب بکنه. بیننده عزیز تشکر از تماستان. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر الله اکبر. خداوند شما را توفیق و هدایت مزید نصیب بکنه بیننده عزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، شبتون بخیر. و علیکم سلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر. بفرمایید بیننده عزیز. وصال حق قربان. وصال حق، برنامه قلب آسیا، بفرمایید. میتونم زنده الان شبکه زنده است، میتونم صحبتتون با مجریتون؟ بله بله، شما صدای شما در حال پخش است، بفرمایید. البته در رابطه با موضوع برنامه حقوق فرزندان بر والدین، موضوع برنامه ماست. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. خسته نباشی. تشکر، سلامت باشید. شبتون بخیر. دستون درد نکنه واسه برنامه‌تون، خیلی جالبه. بله. الو. بله بله بفرمایید. اون برنامه‌تون در رابطه با برنامه‌تون گفتم برنامه جالبی داره پخش می‌کنی، ممنونم، زنده باشی، دستون درد نکنه. تشکر از شما و تشکر از تماستون بیننده عزیز. خواهش می‌کنم. الان من با اون مجری که الان تو برنامه صحبت می‌کنم، آره؟ بله حتما، شما با مجری صحبت میکنید و صدای شما داره پخش میشه. میریم طرف بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. بله قمرالدین محمد یوسف هستم از دیگه قبل. خوش آمد بنده عزیز، بفرمایید. من یک نام دخترکم چیز از استاد محترم چیز امیر پرسان نکردم که من نام یک دخترم از سومن مانده. چی نام مانده؟ سومن. سومن؟ بله. س میم نون؟ سین واو میم نون. درست، سومن. سین واو میم نون نام دخترتون است. انشالله جناب استاد پاسو خواهند گفت که این نام نام خوبی هست و یا خیر. سوال دیگه هم دارین؟ بله. نه اترامات مرا خدمت استاد و احوالش مطابق. تشکر از شما و تشکر از تماستان بیند عزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. سوال از داشتن این اسم قیب الله من شنشی میشه. بله بیندازی بفرمایید. صدای تلویزیون اسم قیب صدای تلویزیون قیب الله من اسم قیب الله من شنشی میشه. اسمتون قیب الله است؟ آره من شنشی میشه. بسیار خوب، سوال دیگه هم دارین؟ نه نه همینه. تشکر، سوالتون نگرفتم، انشاءالله جناب استاد سادات پاسخ خواهند گفت. بله سلام علیکم و رحمت الله. استاد سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. شبکه کلمه؟ شبکه وصال حق، برنامه قلب آسیا، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو.
سلام علیکم ورحمت الله. سلام خسته نباشید. سلام علیکم. تشکر. سلامت و زنده باشید بیننده. بفرمایید کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ محمد عارف احمدی هستم. افغانستان تماس گرفتم و شما یک سوال داشتم. الان این روزه را خوردم، رمضان روزه را بیننده عزیز، سوالتان را، سوال فقهیتان را در برنامه های پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه مطرح کنید بهتر خواهد شد. موضوع برنامه ما البته حقوق فرزندان بر والدین است. مهمان عزیز ما استاد سادات در خدمت شما هستند. اگر در این مورد سوالی دارین بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. تشکر از برنامه خوب شما. سوال من همین بودن اگه فرسوخ دیدین. حتی حقوق زن و مرد یکیه یا چه جوریه؟ درست است، گرچه موضوع برنامه ما نیست، ما در رابطه با حقوق است. انشاءالله جناب استاد سادات پاسخ خواهند گفت که حقوق مرد و زن یکی است یا فرق داره. خب یه سوال دیگه. بفرمایید. سوال دیگه من همی بودن که مادر با طفل خودش از 2 سال کمتر شیر بده یا بیشتر بدن، آیا گناه داره یا نه؟ درست است، اگر شما برنامه را دنبال میکردید در خلال صحبت‌های استاد چه این موضوع مطرح شده بود. باز هم انشاءالله استاد پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستون بنده عزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر. خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید خود را معرفی کنید لطفا. عبدالباقی از هرات افغانستان. خوش آمدید عبدالباقی جان، بفرمایید. من درباره ایشان فرزند به والدین بودیم. خدای پاک در جاهای متعددی از قرآن چون من خیلی مزاحم نیام تن قرآن خونم و چک نماز ذکر میکنم و تأکید میکنم احسین ذی الوالدین همیشه به قرآن جای متعددی تکرار میشه. بله. و من انشالله تعالی رمضان بچه هایی دارم که اینا ناعلم تهرانم بچه کلون تر میکنه اشباز و خیلی زمعت هم بدینا بکشیدم به خاطر که اینا قرآن یاد گیره، تفسیر بخونه، اینا از احکام خداوندی خبر شه. اینا یک مای افتخاری در جامعه اسلامی بگرد، خدمت اسلام بکنه، در خدمت مسلمین باشن. بله. دعا هم پیش خدای پا خیلی میکنم و خیلی دعا کردم. تو بچه هم تب دل منی خیلی کوشش نمی کنم. بسیار رنگ میبرم. واقعا رنگ میبرم عدد از اینا. خیلی کوشش هم میکنم. بچون چی چاره کنم؟ یک بچه کنم تر من از کلکوز بخی اگر بخون قرآن بخون یا نماز بخون بخی عصبونی میشه. بدون از یک روزی که من امین تفسیر شریف روز پیش سوری و الاسره بخون تفسیر یک ماه دو ماه خود زی به جماعت میرفت با امو خواهشات دل خوب بعد از این دیگه باز نهرم باز تفسیری گفتم نماز بخون دیگه باز دخ شد تقریبا یک سال که یه خیلی من ناراحته حتی خونه بیرون میشد یه تا رنجه های بسیار میکشم ولی زور ممنی میکشه بسیار خوب خب چی کرد وقتی قرآن هم اشاراتی که استاد داشتم که ولا تزکو اولادکم و اموالکم عن ذکر الله مثلا همه آیه بعدی که گفتم آبا ابلیس پیغمبر که اشاره کرد مالا کلکم راعین کلکم مسئولین عن رعیتهم خود یه دیسارم تقریبا خبر بودم همیشه به فکرم میفتم روزنا فکر میکنم ولی از کنترل من ان بچه کلترم که تقریبا دیخی خارجه باز این خوردار که از اونه الحمدلله روزم من کارگرم دنبال کارم شبها که هست بسیار خوب بنده عزیز بیننده عزیز سوال شما را گرفتیم. انشاءالله جناب استاد سادات پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستون. ما بنده های زیادی پشت خط داریم. تشکر از شما. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. برای خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. بفرمایید خود را معرفی کنید لطفا. سید مقامم از بام مزاحمت میشم.
خوش آمدید بین دزی، بفرمایید. در مورد موضوع برنامه ما که حقوق فرزندان بر والدین هست. بله، ما دو تا دختر دارم، یک آسنا یک آتنا. اینا از مولای سعادت به حساب سوال کنی که اسمشون خوبه یا نه. آسمه و دیگرش؟ بله، آسنا آتنا. آسنا و آتنا، بسیار خوب. بله، تشکر، دست درمتون، انشالله که موفق باشید. تشکر از شما بیند عزیز. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید بنده عزیز. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید بنده عزیز. خسته نباشید، من قصدم از موبایل شدن این بود. بله، بفرمایید. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. و علیکم سلام و رحمت الله، سلامت باشید، بفرمایید بنده عزیز. الو. بله، بفرمایید. سلام. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید بنده عزیز. خسته نباشید. تشکر، سلامت باشید. بله، بفرمایید. اخیر سوال داشتم. بله، البته در موضوع برنامه باشه. این سوال داشتم، یه خواهر دارم اسمش سونیا است، اسم خوبی است یا نه؟ درست است. سوال دیگه هم دارین؟ این سوال دارم، پسرم دارن سنش 11 سالشه، میگن نماز بخون، میگم تو سن بلوغ نرسیدم. عرضش میکنم که نماز نکن تا سن بلوغ برسم. این سن بلوغ چند سالگیه تا؟ درست است. خب سوالش ما را گرفتیم، جناب استاد سعادت پاسخ خواهند گفت انشاءالله. تشکر از تماس دادن. خیلی ممنون. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشه بنده عزیز، بفرمایید کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ آقا وصال حق اینجا انشالله. بله، وصال حق، برنامه قلب آسیا، بفرمایید. بله، من محمد هستم، از تاجیکستان دارم زنگ میزنم استاد. بله، بفرمایید محمد جان. میخوام یک چند سوال داشتم. سوالم این که یک فرزند آیا میتواند فرزند در حالی که پدر و مادر راضی نیستن برای علم آموختنش، فرزند به اجازه پدر و مادر با طلب علم به خارج برود؟ درست. این مطلب میخوام مفصلا اصلا از استاد این سوال برام خوب جواب بدن، که اصلا بسیار برادران و بسیار دوستان مسیحانی هستن که میخوان طلب علم بگیرن، اما پدران و مادران اونها راضی نیستن که حسد که اونها علم با آموزن و تدراخشون میشن. درست است. سوال تو نگرفتیم، انشاءالله جناب استاد سعادت پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان بنده عزیز. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. الو، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید بنده عزیز. خوبی؟ تشکر، سلامت باشید، بفرمایید. الو، یه سوال داشتم. بله، در مورد موضوع برنامه ما باشه که حقوق فرزندان بر والدین هست. بله، در مورد همون دیگه سوال منه. بله، نگم ما اسم پسرمون چی بذاریم خوبه؟ درست است. سوال دیگه هم دارین؟ ها؟ سوال دیگه هم دارین؟ آره، سوال دیگه هم داریم. بفرمایید. الان که اینا کیم وصل نمی کنین مگه؟ بله؟ وصل نمیشه مگه؟
خب بله. آخرین بیننده را میگیریم جناب استاد انشاءالله. بله سلام علیکم ورحمت الله. بله سلام علیکم ورحمت الله. بله سلام علیکم. خب بیننده های عزیز که پشت خط ماندن و نتوانستیم تماس های شما را بگیریم از شما معذرت میخواییم چون وقت برنامه ما رو به پایان هست. سپاسگزار هستم از تمام شما. میریم طرف استاد سادات. بله سلام علیکم استاد سادات، مرا میشنوین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خب استاد، سوالات البته بیشترش در مورد نامه ها بود. بنده عزیز ما پرسیده بودن که طوفان نام یک برادرشان هست، چه تو یک نامی هست؟ ما قبلا خدمت برادرها و خواهرها، بینندگان و شنوندگان محترم شما به عرض رسانیدم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شما بهترین نام ها را برای اولادتان انتخاب کنین. آیا نام طوفان یک نام خوبی است؟ و آیا از نظر عقلانی یک نام خوبی به فکر شما میرسه که در جای طوفان بیاید؟ چی طوفان باد باشه و چی طوفان آب باشه و این طوفان های مختلف باشه؟ بله. اگر این طوفان ها بیاید، آیا به نظر شما در ذهنتان معلوم است که یک نام خوشایند نیست و در این نام خشونت است و در این نام خشونت است و در این نام مشکلات است از دیدگاه شرعی؟ بهتر است که عوض شود و میتونه عوض طوفان به طور مثال یک آدم مثلا عبدالمؤمن نامش بگذاره، یا عبدالکریم، یا عبدالله، یا عبدالرحمن. و بهتر است رحمت و عبدالرحیم عوض طوفان که خشونت میاره رحمت نامش بگذاره. مثلا میتونه برش عبدالرحیم نام بگذاره یا عبدالرحمن نام بگذاره. بله, بله. بیننده دیگه ما سوال کردن که نام دخترشان سومن هست. بله، من خدمت شما عرض کنم که برادرها و خواهران نامایی رو باندن که حالا خودم با جنجال انداختن مارم. یعنی فکر میکنم که بعض برادرها و خواهرها باید در انتخاب نام که اینا نه خود بلد هستن و در جامعه معنوس است و معروف است، نباید این نامار انتخاب بکنن. به این خاطر ما ضرورت داریم به یک کتاب قاموس بزرگ عربی و یا فارسی و یا انگلیسی که اکثر این نامار شکل انگلیسی و شکل اجنبی است، تا که ما باریم ریش یابی کنیم. ما در رابطه با این نامهایی که برادرها ذکر کردن که مثل پشترم یک تعداد نامایی را، ضرورت به این میره که این را خوب ما دقیق ببینیم و بعد از در رابطه با این صحبت کنیم. و ما از عادات ما این است که در رابطه با مطلبی که من بفهمم که او یک بیز و یک ریشه اسلامی نداره و ما در او رابطه مطمئن نباشم، ما برای برادرها و خواهرها در این رابطه برای فعلا چیزی گفتن نمیتونم. بسیار خوب. و فردایی که من انشاءالله روز شنبه به طرف یک سفر عمره به سوی مدینه منوره انشاءالله که دیدار شوه، عازم مدینه منوره هستیم و بعد از او به سفر طرف مکه مکرمه، اگر بخت یاری کرد و زمان و فرصت بود، ما تمام این سوالات را، این نامایی را که گفتن شما بگین که ما یادداشت کنیم، این دفعه یک تحلیل درباره نامهای بیننده ها بکنیم که درست است. بله. درست است. کاری آسان‌ترش همین است که من این نام‌ها را انشاءالله برای شما ایمیل میکنم و شما پاسخ این نام‌ها را بدین و من انشاءالله در صفحه برنامه، در صفحه فیسبوک برنامه البته، پاسخ شما را میگذارم تا بیننده های عزیز ما که در مورد نام‌هایی که سوال کردن پاسخشان را از صفحه فیسبوک برنامه دریافت کنند. خب بیننده دیگه ما سوال کردن که حقوق زن و شوهر برابر هست یا فرق داره؟ ببینیم در اسلام این سوال بسیار موجه است. یعنی ما از خواهرها و برادرها میخواهم که در رابطه با مسائل بسیار مهم زندگی خود اینا باید سوالات اگر داشته باشند او سوالات را مطرح بکنند. مشکل نام انشاءالله حل میشود، با او کدام یعنی مشکل نداره. بله. اما این مسائل اساسی که ما داریم در اسلام، ببینیم در مسائل اسلامی بجای مساوات بین زن و مرد، قرآن عدالت پیش میکنه.
و عدالت بهترین یک اصطلاح است و بهترین یک صفتی است که اگر این عدالت تطبیق شود، حق زن و حق مرد برایش داده می شود. به طور مثال قرآن کریم می فرماید که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، پدران که صاحب اولادن رزق و نفقه زنا را باید بده و لباس و مسکن زنا بالای شوهرها فرض است. آیا این یک عدالت نیست؟ اگر مساوات می بود فکر می کردم که باید این مسکن را و این نفقه را و این مشکلات فامیلی را هر دو طرف باید تعامل بکنن، هم مردا و هم زنا. مثلا مسئله مهر دادن چرا به زنا باشه و چرا به مردا مهر نتن؟ بنابراین در اسلام عدالت است به جای مساوات. در بعضی جایهایی که مساوات است او هم جای خود را داره که هم از عدالت اسلام است، اما در کل جوانب و در کل بخشای زندگی مساوات نیست، عدالت الهی است. مثلا عدالت الهی دهی است که یک خانم وقتی که باردار باشه و نمیتونه که روزه بگیره میگه بخور، و وقتی که مریض باشه میگه نماز نخوان. عدالت الهی است و این عدالت الهی است که مثلا در مورد زنا الله متعال میفرمایه که شما زنایتان در مهرش را به خوشتبی برشان بتن. اما اگر یک مرد از خانم خود مهر میخواست و مصرف عروسی را میخواست و مصرف کرای خانه را میخواست و نفقه اولاد را میخواست، حقیقتا یعنی یک مشکلات عجیب و غریب، این مساوات امکان نداره. و آن مساوات را که غربی ها فکر میکنند این هم یک ظلم است در مورد زن، که اینا میگویند که در تمام بخشا آیا یک مرد میتونه که ولادت کنه؟ نمیتونه. آیا یک مرد میتونه که لباسای زنانه را بپوشه و یک چند سوای در بین جامعه بگرده؟ او به حالت فیزیکیش، حتی در حالت فیزیکی مرد و زن هم مساوات وجود نداره. چطور امکان داره که او چیزی که بر زن فشار است ما بگیم کور از طریق مساوات؟ اما در بخش مسائل دیگه که مساوات است، همه بندگان الله هستند، جنت و جهنم، عذاب و مکافات برای اردو است. مثلا هیچ فرقی نیست در بندگی زن و در بندگی و عبادت مرد، و از جنس واحد است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، مساوات است در دفن کردنشان که در یک خاک دفن میشن، مساوات است در جزای اخرویشان، مساوات است در جزای دنیویشان. از سارق و سارقه فقطوا ایدیهما، از زانیه و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. یعنی در این قسمت ها اسلام مساوات کرده. و در بخش های دیگه که توانایی زن، یعنی تا اندازه تواناییش را، اسلام بر مبنای عدالت برش وظیفه داده و برای مردا همچنان بر مبنای عدالت. بسیار خوب استاد. سوال دیگه، البته شکل سوال هم چندان نداشت. عبدالباقی جان از هرات شکایت داشتن از فرزندانشان، البته گفتن که سعی و کوشش فراوانی کردن در تربیه و تعلیم آنها، اما باز هم موفق نشدن. در رابطه با تربیت اولادها این یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که اگر اولادها از زمان طفولیت در زیر تربیت گرفته نشوند، وقتی که یک شاخه قوی شد، شکستاندن یا قاد کردن ازی و به اصطلاح تغییر دادن این شاخه قوی شده، این بسیار مشکل است. بنابراین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از زمان ولادت که در گوشش صدای توحید و رسالت را باید بگویند تا زمان 7 سالگی که شروع کنند به تربیت عملی علمی از یا نماز را و بعضی مسائل دینی را، احکام را، قرآن را، حلال و حرام را، بعض چیزای ابتدایی را و چیزای دیگر را برشان یاد بتن. در 10 سالگی شروع کنند به نماز، گاگای روزه بگیرند. و بعد از دوران بلوغ، که دوران بلوغ از خانما وقتی که عادت ماورش دیده میشه و یا حمل میگیره، و از پسران زمانی که حالت احتلام و یا وجوب غسل جنابت بالایشان لازم میشه، از این حالت است. و یا بعضی علما گفتن که صداش تغییر میکنه و حالت احتلام و این مسائل، و بعضی سن 15 سالگی را تعیین کرده. خلاصه از زمان بلوغ به بعد ما دوران تکلیف ازی شروع میشود. بنابراین علما گفتند که باید علاقه و پیوند قوی در بین پسر و پدر باشه از ابتدا،
مثل علاقه حضرت یعقوب با پسرش یوسف و به عین ترتیب از نیرنگ دشمنا ایره بر حذر بداره. این نمیشه که ما بگیم در محیط اسلامی هستیم اما پسر ما میره همراه رفیقای سو داره. بله. چرا انسان مدنی و طب است، همراه رفیقای سو اگر میگرده رفیقای سو و رفیقای خراب او را اخلاق او را تغییر میده. استاد اگر با وجودی همه جهد و سعی و کوشش، باز هم اگر فرزندا صالح نشدن، مثل که فرزند حضرت نوح شما اشاره کردین، همچنین فرزندان یعقوب که مرتکب خطا شدن، بعد از کوشش و جهد البته مسئولیت پدر ادا میشه یا خیر؟ مسئولیت پدر تا زمانی که حرف پدر بر مؤثر است و از مادر، تا او زمان مسئولیت داره. حتی تا لحظاتی که فرزند در حالت غرق شدن هم باشه، پدر باید امو مسئولیت پدری رو برش برسانه. مثلی که پسر نوح در حالت غرق شدن بود، در او حالت پدر برش میگه که یا بنی ارکب معنا، امرای ما سوار شد در کشتی. ولی تا او لحظات هم، یعنی دعوت تا زمانی که تأثیر داره و اگر هیچ دیگه با کلی قطع رابطه کرد و نشونید، باز دیگه مسئولیت پدر و مادر نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تشکر جناب استاد سادات که دعوت ما را لبیک گفتین و در برنامه حاضر شدین، ما و بیننده های عزیز ما را مستفید ساختین. به عنوان آخرین پیام و یا آخرین توصیه شما برای بیننده های برنامه قلب آسیا از شبکه جهانی وصال حق را میشنویم، چون وقت برنامه ما رو به پایان است. آخرین پیام ما برای تمام برادران و خواهران در رابطه با این مطلب است که ای خواهران و برادران، اولادهای ما یا اولاد ما امانات الهی اند. شما در رابطه با این اولاد به هر شکلی کوره تربیه کنین، تربیه شما را میگیره. رسول اسلام فرمود که اولادها به فطرت خلق شده اند، پدران و مادران ایشان را مجوسی، یهودی و یا نصرانی میگردانند. ای شما هستین که فرزندانتان را تربیت میتن، از آوان کودکی یا مانند روافظ به او تلقین میکنن که اسلام و قرآن و مقدسات 1.5 میلیارد مسلمان ها را دشنام بگویند. از سنین کودکی و یا ای که از سنین کودکی ایشان حافظان قرآن، محبان پیامبر، سیرت و رسول و سیرت و صحابه و نعمت بزرگ دنیا و آخرتتان و قرة اعیونتان میگردانه. امیدوارم که الله متعال همه ما شما را در راه مستقیم هدایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و باز هم سپاسگزار هستم از شما جناب استاد و همچنین از تمام بیننده های عزیز شبکه جهانی وصال حق. سپاسگزار هستم که تا این لحظات برنامه ما را همراهی کردن. خدا کند که این برنامه برای شما بیننده های عزیز مفید تمام شده باشه و از صحبت های مهمانان عزیز ما، هر یک استاد سید خبیب سادات و محترمه خواهر ساجده سلطانی، استفاده و بهره خوبی گرفته باشه. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.